سلام، این هفتمین ویدیو از سری ویدیوهای تمرین سلامتیه و سومین جلسه برای تمرین و فیزیوتراپی زانو. پس بدون مقدمه میریم سراغ فیزیوتراپی. لباس ورزشتون رو بپوشید، یه موزیک بذارید و با من همراه باشید. خیلی خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم و این کانالمه که هم یک مجله سلامتیه و هم ما توش تمریناتی رو با هم دیگه انجام میدیم که سلامت فیزیک و روانمون افزایش پیدا کنه. هوای رش امروز بارونی و سرد شده، به خاطر همین من با این لباسا یه مقدار سردم، میخوام سریع برم سراغ تمرینا. اما قبلش یه سوال ازتون داشتم، موهای فرم بهتره یا موهای صاف؟ خواهش میکنم توی کامنت برام بنویسید که موی صاف بیشتر بهم میاد یا اینکه با همون فر عادت داشتین و با اون قیافم راحت ترین، بخاطر اینکه خودم خیلی سردراهی موندم، واقعا نمیدونم چیکار کنم. سعی به سراغ تمرین. اولین تمرینمون تقویت چهار سر رانه که پا رو از جلو میکشیم بالا، اما یه کوچولو میخوایم تمرین ها رو سخت‌تر کنیم. دو تا تمرین بعدی رو به جای 3 تا 10 تایی 3 تا 12 تایی میدیم. بریم سراغ تمرین. دراز میکشیم، یه پا رو خم میکنیم و پای مقابل رو صاف میاریم بالا. با شمارش بعد میاریم بالا، با گفتن ریلکس میاریم پایین و استراحت میدیم. بریم. 1 ریلکس، 2 ریلکس، 3 ریلکس، 4 ریلکس، 5 ریلکس، 6 ریلکس، 7 ریلکس، 8 ریلکس، 9 ریلکس، 10 ریلکس. تا عوض بکشید بالا، 1 ریلکس، 2 ریلکس، نوک کفش به سمت بالا باید باشه، بکشید بالا، 3 ریلکس، 4 ریلکس، 5 ریلکس، 6 ریلکس، 7 ریلکس، 8 ریلکس، 9 ریلکس، 10 ریلکس. پا عوض، 1 ریلکس، 2 ریلکس، 3 ریلکس، 4 ریلکس، 5 ریلکس، 6 ریلکس، 7 ریلکس، 8 ریلکس، 9 ریلکس و 10 ریلکس. پا عوض بکشید بالا، 1 ریلکس، 2 ریلکس، 3 ریلکس، 4 ریلکس، 5 ریلکس، 6 ریلکس، 7
ریلکس 8 ریلکس 9 ریلکس و 10 ریلکس. خب حرکت اول رفتیم، امیدوارم که تا همین جا که تمریناتو انجام دادیم درد زانوتون کمتر شده باشه. خدا وکیلی من خودم درد زانوم خیلی کمتر شد، به خاطر اینکه عضلهایی که فعالشون میکنیم تو این حرکات کاملا روی عضلهایی هستن که کمک میکنن بار از روی استخوانها و غضروفها برداشته بشه، و عضلها هم که میدونید هر چقدر بیشتر کار کنیم بیشتر فعال میشن و قوی تر میشن. بریم سراغ حرکت بعدیمون که همونطور که توی ویدیو قبل گفتم برای من سخت ترین حرکته. از بغل پا رو میکشیم بالا و عضلهای دور کننده ران رو که در سمت خارج هستن فعال میکنن. وقتی پاتون رو کشیدیم بالا دست بزنید کاملا متوجه میشید. بگم بیام بالاتر. خب اینو میخواییم 12 تا بریم. بکشید بالا. 1 ریلکس 2 ریلکس 3 ریلکس. نوک پا به سمت جلو باشه. 4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 ریلکس 8 ریلکس 9 ریلکس 10 ریلکس 11 ریلکس و 12 ریلکس. پا عوض. بکشید بالا. 1 ریلکس. نوک کفش رو به جلو. 2 ریلکس. 3 ریلکس. 4 ریلکس. 5 ریلکس. 6 ریلکس. 7 ریلکس. 8 ریلکس. 9 ریلکس. 10 ریلکس. 11 ریلکس. 12 ماشاءالله ریلکس. دوباره برعکس. اگه فکر کنید به ساعت بیشتر نیاز دارید میتونید استوب بزنید، ولی فکر نمی کنم چون توی حرکت دوم پای اول استراحت میکنه. بعد تمرینای پا به خودی خود چون هر بار روی یک پا داریم کار میکنیم طولانی هم هست، به خاطر همین اگه زیاد طول بکشه میتونه باعث خستگیتون بشه و بعد دیگه تمرین رو ادامه ندید. بریم. 1 ریلکس 2 ریلکس 3 ریلکس 4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 ریلکس 8 ریلکس 9
ریلکس. ده ریلکس. یازده ریلکس. و دوازده ریلکس. پا عوض. بریم بالا. یک ریلکس. دو ریلکس. سه ریلکس. چهار ریلکس. پنج ریلکس. شش ریلکس. هفت ریلکس. هشت ریلکس. نو ریلکس. ده ماشاءالله ریلکس. یازده ریلکس. و دوازده ریلکس. ماشاءالله. این ماشاءالله هایی که میگم من به شما میگم و به خودم هم میگم، به بدن خودم هم میگم و به بدن خودم احترام میذارم بابت فعالیت طبیعیش، اینکه سلامتی دارم، اینکه این حس، این سلامتی فیزیکی، این سلامتی روانی رو بهم میده و باعث میشه تو زندگی خوشحال تر باشم. شکر میکنم از بدنم. شما همیشه سعی کنید هر شب بابت یه چیز شکرگزار باشید، چون نیروی مثبت خیلی زیادی رو به ذهنتون وارد میکنه و باعث میشه که یادتون بمونه چه چیزایی توی زندگی دارید. بریم. یک ریلکس. دو ریلکس. سه ریلکس. چهار ریلکس. پنج ریلکس. شش ریلکس. هفت ریلکس. هشت ریلکس. نو ریلکس. ده ریلکس. یازده ریلکس. و دوازده ریلکس. بریم سراغ آخرین حرکت از این حرکت نفسگیر، حداقل برای من. بکشید بالا. یک ریلکس. نوک کفشا رو به جلو هست دیگه. دو ریلکس. سه ریلکس. چهار ریلکس. پنج ریلکس. شش ریلکس. هفت ریلکس. هشت ریلکس. نو ریلکس. ده ریلکس. یازده ریلکس. و دوازده با قدرت با تمرکز ریلکس. خب آخر حرکت واقعا عضله هام به درزه افتاده بود. خب این نشون میده که از عضله هم بیشتر از حد خودش کار کشیدم و این باعث میشه که عضله هام رشد کنه، مخصوصا اگر تغذیه خوبی داشته باشید، چیزای پروتئینی مثل
پروتئین های گیاهی یا سفیدی تخم مرغ، ماهی اینا مصرف کنیم و یه نفس هم بگیریم. الان طبق روال قبل 5 ثانیه سعی می‌کنیم بدین تو، 1 ثانیه مکس و 5 ثانیه هم باز. خب بریم سراغ حرکت بعدیمون که مخصوص سر داخلی یا VMOه، عضله چهار سرمونه و تأثیر خیلی مهمی روی کشکک داره، روی دردهای کشکک و روی پایداری کشکک. اینم باز 12 تایی انجام میدیم. پای مقابل رو خم کنید و پای که میخواد تمرین کنید و صاف بکشید بالا. 1 ریلکس، نوک پا 45 درجه به سمت خارج بدن. 2 همونطور که میبینید ریلکس. 3 ریلکس. 4 ریلکس. 5 ریلکس. 6 ریلکس. 7 ریلکس. 8 ریلکس. 9 ریلکس. 10 ریلکس. 11 ریلکس و 12 ریلکس. پا عوض بکشید بالا. 1 ریلکس. 2 ریلکس. 3 ریلکس. 4 ریلکس. 5 ریلکس. 6 ریلکس. 7 ریلکس. 8 ریلکس. 9 ریلکس. 10 ریلکس. 11 ریلکس و 12 ریلکس. دوباره پای اول. 1 ریلکس. 2 ریلکس. 3 ریلکس. 4 ریلکس. 5 ریلکس. 6 ریلکس. 7 ریلکس. 8 ریلکس. 9 ریلکس. تمرکز کنید روی خود عضلات، تمرکز کنید که انگار میخواید فقط همون عضله رو فعال کنید. 10 ریلکس. 11 چشم تو چشاش نگاه کنید ریلکس. و 12 ریلکس. پا عوض. 1 ریلکس. 2 ریلکس. 3 ریلکس. 4
ریلکس، پنج ریلکس، شش ریلکس، هفت ریلکس، هشت ریلکس، نه ریلکس، ده ریلکس، یازده ریلکس و دوازده ریلکس. خب آروم آروم دوباره بریم سراغ پای اولمون و آخرین ستی که میریم سراغ عضله جلوران. بعدش هم میریم پشت ران که عضله به شدت مهمیه همسترینگ. بریم، یک ریلکس، دو ریلکس، سه ریلکس، چهار ریلکس، پنج ریلکس، شش ریلکس، هفت ریلکس، هشت ریلکس، نو کم نیارید، من خودم دارم کم میارم. ریلکس، ده با قدرت، ریلکس، یازده ریلکس، آخریه دوازده. ماشالله ریلکس، پا عوض. بریم، یک ریلکس، دو ریلکس، سه ریلکس، چهار ریلکس، پنج پاتون به سمت خارج هست دیگه، 45 درجه ریلکس، شش ریلکس، هفت ریلکس، هشت ریلکس، نو ریلکس، ده ریلکس، یازده چیزی نمونده ریلکس، دوازده ریلکس. عالی بود، عالی بود. یه چند تا نفس بگیریم، بعد از اون میریم سراغ یه کابینتی، یه دیوار چیزی حرکت بدین رو بزنیم. من برای خودم از کش استفاده میکنم، شما هیچ لزومی نداره از کش استفاده کنید، یا میتونید از چیزهای دیگه استفاده کنید، مثل آب معدنی، مثل کشهای قوی، هر چی که دوست دارید. نفس رو بدید بیرون، بابینی برم وسیله رو بیارم و بریم سراغ حرکات. خب بریم که شروع کنیم، آخرین حرکت رو بریم و من بازم پوزش میخوام که نصف بدنم از کادر بیرونه. راستی به ذهنم اومد که اینم 12 تا بریم، چون عضله همسترینگ عضله خیلی بزرگیه و خیلی به کار و تمرین نیاز داره. خب صاف بدین عقب، یک ریلکس، دو ریلکس، سه ریلکس، بقیه بدنتون صاف باشه که فقط همسترینگ کار کنه.
4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 ریلکس 8 ریلکس 9 ریلکس 10 ریلکس 11 ریلکس 12 ریلکس پاوز 1 ریلکس 2 ریلکس 3 ریلکس 4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 تمرکزتون روی عضله پشت پاتون باشه. ریلکس 8 ریلکس 9 انگار میخوایی فقط اون عضله رو استفاده کنید. ریلکس 10 ریلکس 11 و ریلکس و 12 و ریلکس و پاوز 1 ریلکس 2 ریلکس 3 ریلکس 4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 ریلکس 8 ریلکس 9 ریلکس 10 ریلکس 11 و ریلکس 12 و ریلکس و عوض 1 ریلکس 2 ریلکس 3 ریلکس 4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 ریلکس 8 ریلکس 9 ریلکس 10 ریلکس 11 ریلکس 12 ریلکس پا عوض آخرین حرکت برای این جلسه 1 ریلکس 2 ریلکس 3 ریلکس 4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 ریلکس 8 ریلکس 9 ریلکس 10
ریلکس 11 ریلکس 12 احسنت پا عوض بنده کفشم هم باز شده 1 ریلکس 2 ریلکس 3 ریلکس 4 ریلکس 5 ریلکس 6 ریلکس 7 ریلکس 8 تمرکز روی پشتران باشه، ریلکس، ذهنتون رو ببرید روی پشتران، به حرکاتش توجه کنید، به انقباضش توجه کنید. عددم یادم رفت، 9 ریلکس 10 ریلکس 11 ریلکس و 12 و ریلکس. احسنت به هممون، به همه کسایی که به بدنشون اهمیت میدن و حتی اگه کار و مشغله زندگی خیلی زیاد باشم یه نیم ساعتی رو سعی میکنم برای بدنشون کنار بذارم. تشویق کنیم خودمونو، خیلی عالی بودیم. اگه میخوایم که زندگی با کیفیتی داشته باشیم در طول زمان و به 50 سالگی و 60 سالگی که رسیدیم فرتود نشیم، باید از سالها قبل تمرین کنیم. هرچند خود 50 و 60 سالگی هم دیر نیست و میتونیم تا ایشالله 100 سالگی سلامت باشیم. واقعا هم این امکان داره. واقعا من کسایی میبینم که 90 95 سالشون میان مطب و خیلی سرحالن به خاطر اینکه فعالیت فیزیکی رو همیشه حفظ کردن. مرسی که همراه بودید. توی ویدیوهای بعدی هم با من همراه باشید. به دوستاتون هم توصیه کنید. خداحافظ.